درود به همه دوستانم، امیدوارم حالتون عالی باشه. موضوع امروزمون در مورد نعنا هستش. میخواییم خواص فوق‌العاده نعنا رو با هم بررسی کنیم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم که خواص فوق‌العاده نعنا رو با هم بررسی کنیم. مورد اول، نعنا به کاهش سوء هاضمه کمک میکنه. این گیاه دارای خاصیت ضد تهوع و آرامش بخش برای معده هستش. مصرف اون میتونه در کاهش سوء هاضمه، سوزش و گاز معده یا همون نفخ کمک کنه. مورد دوم، نعنا تسکین دهنده درد معده هستش. خواص ضد التهابی و تسکین دهنده اون میتونه در تسکین درد و التهابات معده مفید باشه. مصرف چای نعنا به عنوان یک ضد اسپاسم عمل میکنه و در تسکین درد معده مؤثره. مورد سوم، افزایش ترشح صفرا. این گیاه میتونه به ترشح صفرا از مجرای صفراوی کمک کنه. این خاصیت در تسهیل فرایند هضم غذا و جلوگیری از تجمع سنگ کیسه صفرا مفیده. مورد چهارم، کاهش التهابات معده. خواص ضد التهابی نعنا میتونه در کاهش التهابات معده ناشی از زخم معده و علل دیگر کمک کنه. مورد پنجم، ضد عفونی کننده معده. خواص ضد میکروبی این گیاه در کاهش عفونت ها و باکتری های معده مفیده. این خاصیت به حفظ سلامت عمومی معده کمک میکنه. مورد بعدی، تسهیل فرایند هضم و بهبود عملکرد کبد. نعنا میتونه به ترشح صفرا و فعالیت صفراوی کمک کنه. این خاصیت در تسهیل فرایند هضم غذا و جلوگیری از آسیب کبد و مشکلات صفراوی بسیار مفیده. نعنا از کبد در برابر آسیب‌های اکسیداتیو حفاظت میکنه. خواص آنتی اکسیدانی نعنا میتونه به حفاظت از کبد در برابر آسیب‌های اکسیداتیو که مرتبط با عواملی مانند استفاده از مواد شیمیایی، دخانیات و عوامل محیطی هستن کمک کنه. مورد بعدی، نعنا یه آرامش بخش و تسکین دهنده هستش. این گیاه دارای خاصیت آرامش بخشه که منجر به کاهش تنش و استرس کبد میشه. استفاده از چای نعنا در تسکین علائم استرس و اضطراب کبدی بسیار مفیده. مورد بعدی، تازگی دهان. مصرف این گیاه بعد از غذا میتونه برای تازه کردن دهان و رفع بوی نامطبوع اون بسیار مفید باشه. مورد بعدی، تسکین سردرد. اگه سردرد شما مربوط به مشکلات گوارشی مانند سوء هاضمه یا نفخ باشه، مصرف نعنا بعد از غذا میتونه در تسکین سردرد کمک کننده باشه. مورد بعدی، خنک کننده دستگاه گوارش. عطر و طعم خنک این گیاه به عنوان یک خنک کننده طبیعی برای دستگاه گوارش عمل میکنه. این خاصیت میتونه در تسکین دستگاه گوارشی بسیار مفید باشه. خواص نعنا با عسل. ترکیب نعنا با عسل دارای خواص ضد عفونی کننده هستش و میتونه در کاهش عفونت ها و باکتری ها مفید باشه. این ترکیب میتونه به بهبود سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی کمک کنه. ترکیب این دو ماده غذایی در تسکین علائم سوء هاضمه، نفخ و مشکلات دستگاه گوارش نیز مؤثر باشه. خواص نعنا برای ریه. خواص ضد التهابی و آرامش بخش نعنا در کاهش التهابات مرتبط با ریه بسیار مفیده. این خاصیت به تسکین علائم مانند سرفه، التهاب مجاری تنفسی و تنگی نفس کمک میکنه. عطر و طعم خنک این گیاه برای تسکین علائم مزمن مانند التهاب ریه، سرفه خشک و تنگی نفس بسیار مفیده. مصرف این گیاه میتونه به عنوان یک ضد اسپاسم عمل کنه و تسکین دهنده دردهای ریوی باشه. مورد بعدی، خواص نعنا برای قلب. خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی نعنا میتونه در کاهش التهابات و آسیب‌های اکسیداتیو مرتبط با بیماری‌های قلبی مفید باشه. این خاصیت به حفظ سلامت قلب کمک می‌کنه. مصرف این گیاه منجر به کاهش فشار خون در برخی افراد میشه. خواص آرامش بخش و ضد استرس نعنا میتونه در کاهش فشار خون بالا مفید باشه. مورد بعدی، خواص دم کرده نعنای خشک برای عفونت. دم کرده نعنای خشک میتونه خواص ضد عفونی کننده داشته باشه و در مواجهه با عفونت‌های مختلف
و در مواجهه با عفونت‌های مختلف مفید باشه. برای مثال مصرف اون میتونه به بهبود علائم عفونت‌های تنفسی، دستگاه گوارشی و ادراری کمک کنه. همچنین این نوشیدنی به بهبود خواب، تسکین روحی و کاهش تنش عصبی میتونه کمک کنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما نعنا رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدین. سوالات خودتون رو توی کامنت ها حتما بپرسید و اگه دنبال سلامتی یا ارتقای سلامتی میگردید حتما عضو چنل من بشید. روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار شما.